افزایش حملات تروریستی در افغانستان می تواند عامل مستقیم شکست مذاکرات صلح در دوحه شود به گزارش خبرگزاری های افغانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری این کشور گفت که یگان زامن واقعی برای حفظ امنیت و آبادانی افغانستان توسعه و تکثیر دانایی و آگاهی جمعی است به ادامه داد به همین دلیل دشمنان ما مراکز علم و دانش را هدف گرفتند تا با خلق وحشت و حراس مانع استقبال مردم از کسب دانش و دانایی شوند اخیرا تن از سنیهای های تندرو که گفته شده عضو گروه تروریستی داعش بوده به دانشگاه کابل حمله کردند این حمله پس از حدود 6 ساعت درگیری و جانباختن 22 دانشجو و مجروح شدن 30 دانشجوی دیگر پایان یافت